سیمرغ مرغی سفسانه‌ای که به جهت داشتن صفات اهورایی و سیمای اساطیریش در فرهنگ و ادب ایران زمین از دیرباز حضور داشته است. سابقه حضور سیمرغ در فرهنگ ایرانی به پیش از اسلام برمی‌گردد. از آنچه که از اوستا و آثار پهلوی در اختیار داریم میتوان دریافت که این مرغ مرغی است فراخوان و بر درخت درمان بخش که در بردارنده تخم همه گیاهان است آشیان دارد. سیمرغ مرغی است الهی و مقدس و آنچنان که در شاهنامه می‌بینیم این مرغ در سرنوشت قهرمانان و حوادث اساطیری نقش دارد. بر بلندای کوه البرز آشیان دارد، بر همه رازهای جهان داناست و بر هر مشکلی چاره ای دارد. یکی کوه بود نامش البرز کوه، به خورشید نزدیک و دور از غروب. بر آن جای سیمرغ را لانه بود که آن خانه از خلق بیگانه بود. رد پای سیمرغ را در منطقه تیل عطار نیز میتوان یافت، آن زمان که همه پرندگان گرد هم آمدند تا از هدهد دانا رهنمود خواسته رهبری برای خود انتخاب کنند. مجمعی کردند مرغان جهان، هرچه بودند آشکارا و نهان. جمله گفتند این زمان در روزگار نیست خالی هیچ شهر از شهریار. از چه رو اقلیم ما را شاه نیست، بیش از این بی شاه بودن راه نیست. هدهد با بیان این موضوع که پادشاه پرندگان مرغیست با نام سیمرغ، کوه قاف را مکانی جهت یافتن سیمرغ عنوان می کند و تذکر می دهد که برای دیدار با پادشاه پرندگان هفت وادی را می بایست سپری کرد. گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. نخستین وادی اشاره به جایگاه طلب است، وادی دوم عشق و استقامت، وادی سوم کسب فیض و دانش، وادی چهارم بی‌اعتنایی به وابستگی‌های دنیوی و مادی، وادی پنجم وحدت و یکپارچگی، وادی ششم وادی حیرت، بدان معنا که فردیت فراموش شده و هر کس خود را در قالب گروهی از مرغان می‌دید که هر لحظه به هدف خود نزدیک‌تر می‌شد. از این روی در وادی هفتم پس از گذر از مصائب و سختی‌های بسیار، تنها سی مرغ از خود فانی و با پیوستن به یکدیگر باقی و جاودان شدند. آنجا بود که این حقیقت آشکار شد که پادشاه پرندگان و یا همان سیمرغ موعود موجودی نبود جز سی پرنده که بال به راهی بس پر خطر فرسوده بودند و در آرزوی یکی شدن دره به دره زخم برداشته بودند. همز عکس روی سیمرغ جهان، چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند این سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ. و امروز دگر بار سیمرغ اساطیری ایران زمین سر از خاکستر افسانه بر می دارد و بال بر جستجوی آزادی می گستراند. برنامه رستاخیز سیمرغ همچون هدهد خردمند جوانان آزادی خواه را که هر یک از شهر و دیاری گرد آمده تا در وادی وحدت و یک پارچگی ایرانی آزاد و سربلند را به نمایش بگذارند،
به سوی یافتن سیمرغ سوق خواهد داد. جاوید شاه پاینده ایران، رستاخیز سیمرغ. به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما همیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور. در 29 مرداد ماه 2580 بیننده یک برنامه دیگر از رستاخیز سیمرغ هستید. امیدوارم حالتون خوب باشه، هرچند که ایمان دارم میهن‌پرستان حال خوبی این روزها ندارن. در آغاز برنامه اجازه میخوام که فرارسیدن 28 مرداد، سال روز به آتش کشیدن سینما رکس آبادان توسط دشخیمان ددمنش و اهریمنان اشغالگر خاک ایران، ملایان بدسیرت و بدتینت در سال 1357، و به همه شما عزیزان، به همیهنان عزیزم در همه دنیا، مخصوصا خانواده هایی که عزیزانشون رو در سینما رکس دست دادن تسلیت بگم. همینطور به خاندان ایرانساز پهلوی، اولیا حضرت شهبانو فرع پهلوی و رضا شاه دوم پهلوی سوم، پادشاه قانونی ایران. و همینطور یک شادباش بگم به دلیل فرارسیدن 28 مرداد، سال روز انقلاب ارتش و مردم، در 28 مرداد ماه 1332، روزی که مردم ایران و ارتش ایران به مافیای جهانی ثابت کرد که ایران نمیتونه محلی باشه که هر کفداری، هر کرکسی خواسته باشه در اون بیاد و مانو بده و خواسته باشه ایرانو از دست مردم ایران و حکومت پادشاهی بگیره. و پیروزی ارتش و مردم یکی از پر افتخارترین انقلابهای یک قرن اخیر در 1332 بوده. قبل از اینکه خواسته باشم صحبت بیشتری بکنم، بریم سراغ دوستان عزیزمون. آقای دکتر سروش مهراد، درود بر شما. درود میگویم به شما، کدوان کمالپور گرامی و کدوان قاسمی گرامی، و همچنین به همه همتباران، هممیهنان، همزبانان در هر کجای جهان پهناور که هستن پروانه بدهید که من هم گرامی بدارم سال روز خیزش و پیکار میهنی ایرانیان بر ضد ارتجاع سرخ، چپ مغزان و یا همان کمونیست ها و دیگر گروه های چپگرا و چپ مغز، و بر ضد ارتجاع سیاه، تروریست های اسلامگرا، همان گونه که شاهنشاه روانشاد فرموده بودند، ارتجاع سرخ و سیاه. و همدردی بکنم هم با کسانی که خیشاوندان، دوستان و خانواده، کسی هموندی از خانواده خودشون رو در پی بیماری کرونا از دست دادن، در پی این نژادکشی سازمان یافته از دید من، چون کاری که جمهوری اسلامی می کند نامش نژادکشی است، نام دیگری نمی توان برام گذاشت. و همچنین همدردی بکنم با کسانی که خیشاوندان خودشون، دلبندانشون و دوستان خودشون رو در رویداد تروریستی دهشتناک زنده زنده سوزاندن 600 ایرانی بیگناه، از پیر و جوان، زن و مرد، کودک و شیرخواره، در سینما رکس آبادان با برنامه ریزی علی خامنه‌ای و احمد خمینی، فرزند و دست راست روح الله الموسوی الهندی الخمینی، از دست دادن. دقیقا این رویداد دهشتناک در سال روز پیروزی ملت ایران بر ارتجاع سرخ و سیاه در 28 مرداد 1332 برنامه ریزی شد تا از مردم ایران انتقام بگیرند و برخی از همیهنان ساده اندیش ما و زود باور ما رو برانگیخته بکنن بر ضد دولت شاهنشاهی. سپاسگزارم از شما. بله، سپاس از شما جناب دکتر مهراد. بریم سراغ جناب قاسمی. قبلش عرض کنم که به دلیل اینکه اینترنت جناب قاسمی مشکل داره، ما مجبور شدیم که از یکی از
فرتورهای جناب قاسمی استفاده کنیم، ولی خودشون هستن روی خط و به صورت صوتی در خدمتشون هستیم. سعید جان درود بر شما. من درود میفرستم به دوستان، به شما جناب دکتر مهراد و همه دوستان عزیز، هواداران رستاخیز سیمرغ، عزیزانی که مدت هاست ما رو در برنامه زنده ندیدن. امیدوارم که خوب و خوش باشید. عزیزان لطف کنن فقط برنامه رو در حد توانشون پخش کنن توی گروه ها، توی مسیجر و دوستانشون بفرستن. ضمن اینکه جام که من یه تصویر براتون تو تلگرام میفرستم، اگه میشه اون تصویر رو عوض کنید، تصویر من داره حرف میزنه، من خودم حرف نمیزنم، میفرستم تو تلگرام، اینو یه زمان بشه. خدمتتون عرض کنم که من قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم یه مطلب عرض کنم. من از زمانی که با حالا جناب قاسمی به صورت اشتراکی برنامه رو شروع کردیم اجرا کردن، خب قبلش با هم دیگه در ارتباط بودیم، هماهنگی ها رو انجام میدادیم با هم دیگه تو برنامه‌های جداگانه، اما واقعا تنها کسی که در اون زمان و تا الان، بعد حالا خب دوستان دیگه ایرم پیدا کردیم، اما کسی که واقعا 24 ساعت دغدغش ایران باشه بدون اینکه خواسته باشه به پست و مقام و مال و ثروت و اینا فکر کنه، کسی که واقعا به فکر ایران داره زندگی میکنه و داره با جمهوری اسلامی در داخل ایران با مافیا در خارج از ایران میجنگه و باعث افتخار من بوده، سعید قاسمی بوده. و بعد از اونم خب با دوستان دیگه آشنا شدم و الان هم که افتخار داریم برنامه رستاخیز سیمرغ رو با جناب دکتر مهراد داریم انجام میدیم. اینو گفتم به این دلیل که وقتی ما کپچر برنامه رو پخش میکنیم، بعضی ها رو دیدم خب میان یه سری مطالبی رو مینویسن و لازم دونستم که بگم تا الان رستاخیز سیمرغ تاب و شکنی کرده، خیلی از تابوها رو شکسته و این تابوها صداشن جهانی شده. یعنی موقعی که ما در رستاخیز سیمرغ کافی فقط یک پست بذاریم، یک کپچر بذاریم، شما حد اکثر تا یک هفته بعدش میبینید که در رسانه های مهم شروع میکنم به اون پرداختن. این یک تابو شکنیه، تابویی که ما بعد از این همه سال از 1332 به این ور در رابطه با محمد مصدق شکستیم، کسی جرأت نداشت در رابطه باش حرف بزنه. تابویی که در رابطه با شاپور بختیار شکستیم، شما دیدید چه جیغ و دادهایی، چه جلز و بلزهایی از یک سری بیخرد در اومد که ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم یک کسی رو که جمهوری اسلامی کشته رو داریم بهش میپردازیم و میگیم خائنه. اینا تابوه. تابویی که از اسرائیل ما شکستیم، چیزی که 43 سال مرگ بر اسرائیل گفتنها باعث این شد که مردم فریب بخورن و امروز شما میبینید که دیگه کسی نمیتونه مردم ایران رو گول بزنه. تکون میخورن، میفهمن که این بازی یکی از دستایی که داره عروسکای خیمه شب بازی رو حرکت میده اسرائیله. تابویی که در رابطه با جورج سوروس، ابتدا به ساکن جناب قاسمی خودش در اون زمانی که تنها بود و بعد به همراه با همدیگه شکستیم و کارهایی که به در برنامه‌های نفوذ در قلب دشمن انجام دادیم ما دو نفر، باعث این شد که به قول جناب قاسمی طویله آخوندی محمد جواد ظریف رو توی مجلس بخواد و ازش سوال پاسخ کنه که آقا رابطه شما با جورج سوروس چیه؟ به این دلیل که ما کارهایی کردیم که شما در هیچ یک از گروه‌ها، احزاب و سازمان‌هایی که مدعی هستن با جمهوری اسلامی دارن می‌جنگن، جرأت نمی‌کنن به سمت اون چیزایی برن که ما رفتیم. جرأت نمی‌کنن حتی بیان بگن منوچهر ساچمچی مهره دست موساد بوده از زمان شاهنشاه تا الان. بعد که ما میایم تابوها رو می‌شکنیم، مردم رو هوشیار می‌کنیم، بعضی از این دلقک های جیغ جیغو میان حالا تکرار میکنن یا رسانه های وابسته به کشورهای دیگه میان تکرار میکنن. به همین دلیل وقتی که ما تبلیغ برنامه‌مون رو میکنیم، یک دلیل کاملا مهم داره و اون این که دشمن چهار ستون بدنش میلرزه، چه در داخل و چه در خارج، و ما اون کاری که بلدیم از نظر جنگ روانی، از نظر این که خواسته باشیم دشمن رو بریزیمش پایین انجام بدیم. این دلیل صحبتام تا اینجا. اما من سر صحبت رو باز کنم تا دوستان وارد بحث بشن و من برم سراغ تلگرام. ما چند وقت پیش شاهد این بودیم که مردم عزیز و همیهنان عزیزمون در استان خوزستان
برای کمبود آب، اونم نه آب آشامیدنی بلکه آبی که نیاز دارن برای کشاورزی، برای امرار معاش، برای دامداری، دست به قیام زدن و متعاقب اون شهرهای دیگه از تبریز، از تهران، از کرج، مشهد، قم، اصفهان و یک سری جاها بلند شدن، اومدن وسط که حمایت کنن از مردم خوزستان. من خاطرم هستش که در روزهای سوم چهارم بود که ما در رستاخیز سیمرغ یک ویدیویی رو منتشر کردیم که جناب قاسمی صحبت کرده بودن که چرا و به چه علت این قیام ها به سرانجام نمیرسه، چرا مردم در بعضی از جاها حمایت نمی کنن و چرا بعد از یه مدت خاموش میشه. من این صحبت رو کردم به دلیل اینکه پرسش خیلی از عزیزان بوده در پیوی با مطرح کردن، اینو میخوام که از جناب قاسمی شروع کنم به توضیحات این مسئله تا هم برم سراغ تلگرام. بفرمایید. سعید جان شما تشریف دارید؟ خب ظاهرا اینترنت جناب قاسمی مشکل داره. جناب دکتر مهراد شما در رابطه با این قضیه توضیح بدید تا من برم و برگردم. خواهش میکنم. همیهنان گرامی، اگر به یاد داشته باشین بارها در رستاخیز سیمرغ به مسئله پان ترکیسم، پان عربیسم، صهیونیسم که دشمنان ملت ایران هستن پرداخته شده و پان کردیسم همچنین. مردم خوزستان، که خوزستان رو بذارید در آغاز بگم 4.5 میلیون جمعیت داره، من خودم خوزستانی هستم، زاده و بزرگ شده چند تا از شهرهای خوزستان هستم و خوزستان رو خوب میشناسم. از کودکی دوستان عرب زبان داشتم، همیهنان عرب زبانمون رو بسیار دوست دارم و این از برای مهری که به همیهنان عرب زبان داشتم و دوستانی عرب زبانی که داشتم تا اندازه زبان عربی رو آموختم و مردم اونجا رو به خوبی میشناسم. همیهنان گرامی، چندین ساله که ما در رستاخیز سیمرغ به دامن زدن به قومگرایی از سوی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات پرداختیم. چرا؟ برای اینکه همچین روزهایی رو میدیدیم که اگر خیزشی در ایران زمین، در ایران رخ بدهد و برای نمونه در جایی مانند خوزستان که سالهاست جمهوری اسلامی داره قومگرایی سازمان یافته رو گسترش میده و براش داره هزینه میکنه و سران کشوری و لشکریش با برنامه دارن به قومگرایی در استانی مانند خوزستان و حتی استانهای دیگه دامن میزنن، ما به این مسائل پرداختیم برای چنین روزهایی. شما ببینید، من دو گروه رو به گونه عمده در ستیز و دشمنی با خیزش مردم خوزستان، که مردم خوزستان از تیره های گوناگون ایرانی هستن، هم میهنان عرب زبانمون رو داریم در استان خوزستان که 33% جمعیت 4.5 میلیونی خوزستان رو تشکیل میدن، هم میهنان لور رو داریم که بختیاری ها هم شامل اونها میشن، هم میهنان میهن پرست بختیاری، و از دیگر تیرهای ایرانی داریم. از همه جای ایران ما کسانی رو داریم که در خوزستان، در شهرهای گوناگون خوزستان زندگی میکنن و از 8000 جان باخته راه ایران در جنگی که عراق بر ضد ملت ایران به راه انداخت با تحریک خمینی، 8000 تن از اون 16000 جان باخته راه ایران از میان همیهنان عرب زبان ما هستن. دو گروه عمده رو من دشمنان خیزش مردم در خوزستان میدانم: جمهوری اسلامی که شامل اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات هستش، و دیگری تجزیه طلبان پان عرب که همزمان هم با جمهوری اسلامی کار میکنن بخشیشون و اصلا دست پرورده جمهوری اسلامی هستن و بخش دیگریشون هم با استخبارات برخی از کشورهای عربی یا وزارت اطلاعات کشورهای عربی و همچنین با موساد سالهای ساله بخشی از بدنه پان عرب ها که پان عرب های وهابی هستن به صورت آشکار با موساد کار میکنن. برخیشون به اسرائیل سفر کردن. در رستاخیز فردی رو به شما، یک جرثومه به تمام معنا که از سر تا به پا ایران ستیز است و در بیشتر شبکه های عربی به عنوان شبکه های پربیننده عربی به عنوان مهمان دعوت شده، ایدی کوهن، که به عربی بهش ایدی کوهین میگن، ایدی کوهین، در همه شبکه های عربی که دعوت میشه آشکارا میگوید
بیایید با هم ما بش... ما اسرائیلی ها ما صهیونیست ها به شما کشورهای عربی کمک بکنیم، تشکیل ناتو عربی بدید و به همراه همدیگه به ایران حمله کنیم و کشور اشغالی الاهواز رو از دست این فارس ها آزاد کنیم. به این واژگانی که من به کار میبرم، هم میهنان گرامی به خوبی دقت کنید، اینها کلید واژه‌ای هست که به کار برده میشه از سوی دشمنان ملت ایران و تجزیه طلبان پان عربی که همزمان هم از توبره جمهوری اسلامی وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه میخورند، هم از توبره استخبارات عراق و کویت و امارات و از یک سازمان ایران ستیزی به نام موساد. و کدواژه های مانند عرب اهوازی، به عربی میگوین المملکت العربیت المحتلت الاهواز، کشور عربی اشغال شده اهواز. شعارهای مانند به روح به دم نفتیک یا اهواز که این از شعارهای کلیدی تجزیه طلبان تروریست ایران ستیز هستش، یعنی با روح و خونم فدات بشم ای اهواز، که این شعارها رو ما دیدیم در یکی دو روز پس از اوج گرفتن خیزش هممیهنان ما در خوزستان، به ویژه در بخشایی که هممیهنان گرامی عرب زبان زندگی می کردند، این شعارها از مزدوران تجزیه طلب همکار جمهوری اسلامی و موساد به گونه همزمان آغاز شد و گسترده شد و بهانه ای شد برای سرکوب هممیهنان عرب زبان ما. چند تن از هممیهنان ما شوربختانه کشته شدند. تجزیه طلبی به هر شکلش محکومه. من از هممیهنان عرب زبانمون که از پاسبانان و پاسداران و نگهبانان مرزنشین ایران زمین هستن خواهش میکنم خودشون با این گونه افراد نفوذی که باز هم میگویم همزمان هم مزدور اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هستن و با باندی که یکی از سرکردگانش علی شمخانی که از عرب زبانهای خوزستان دبیر شورای امنیت ملی هم هست، از سران جمهوری اسلامی عبری عربی هستش، کار میکنن و همزمان با موساد و خود هممیهنان عرب زبان ما بزنن در دهان چنین افرادی که اینها دشمن هممیهنان عرب زبان ما هستند. بسیار بخش درصد بالایی از کسانی که در بمبگذاری هایی که از دوره خاتمی اصلاح طلب ایران ستیز آغاز شد تا کنون، کسانی که کشته و زخمی شدند، جگرگوشگانشان، پدر مادرانشان و خیشاوندانشون رو از دست دادن، اینها بیشترشان از هممیهنان عرب زبان ما بودند که در این بمبگذاری ها جان خودشون از دست دادن. هنوز بسیاری از هممیهنان ما در شهر اهواز بدنهای تکه تکه شده مردم از میان عرب ها و غیر عرب ها رو، چون بمب که گزینش نمی کند که غیر عرب بکشد و عرب نکشد یا غیر عرب بکشد و غیر عرب رو نکشد، وقتی جایی رو انفجار رخ میده هر کسی اونجا باشه کشته و زخمی خواهد شد. این رو میگویم برای آن دست تروریست های بمبگذاری که بیمهابا در گوشه و کنار شهر اهواز در دوره خاتمی بمبگذاری میکردن. هنوز بسیاری از مردم شهر اهواز بدنهای تکه تکه شده هممیهنان عرب زبان و غیر عرب زبان ما رو در بانک سامان منطقه کیانپارس شهر اهواز به یاد دارن هممیهنان گرامی. یکی از عوامل شکست خیزش، باز هم میگویم خیزش هممیهنان عرب زبان ما در خوزستان، قومگرایی سازمان یافته است که توسط جمهوری اسلامی از دوره خاتمی آغاز شد. به ویژه در دوره دوم خاتمی مردم استقبالی در رای گیری نکردن، استقبال پایین بود. هرچقدر هم که در این همیشه رای سازی کردن، رای های تقلبی در صندوق ها انداختن یا آمارهای دروغین اعلام کردن، باز هم از مشارکت پایین مردم در خوزستان به وحشت افتادن. باند امنیتی آغاز به کار کرد، افرادی رو که شناسایی کرده بود باشون کار میکرد یا آموزش داده بود که بخشیشون از اصلاح طلبان بودن یا از کسانی که از توابین چپگرا بودن، از خلق عربی ها بودن. یک فردی که وزارت کشور دوره خاتمی اون رو با احترام زیاد به وزارت کشور دعوت کرد و ازش خواهش کردند که بررسی بکنن که چگونه میتوان یک حزب قومی در خوزستان به راه بیاندازد، یک تروریست وهابی ایران ستیزی است به نام یوسف عزیزی بنی تروف. برای شما شاید شگفت انگیز باشه، چندین بار هم در رستاخیز ما بریده روزنامه رو
بریده روزنامه هفته‌نامه اهواز رو به شما نشون دادیم که وزارت کشور از یوسف عزیزی بنی طرف دعوت کرده بود، دعوت رسمی که کمک بکنن به بررسی چگونگی برپا کردن یا پایه‌گذاری یک حزب قومی. حزب قومی رو هم برپا کردن به نام حزب الوفاق الاسلامیه که غیر عرب‌ها رو در اونجا راه نمی‌دادن و کارهایی کردن که بارها در رستاخیز به اون پرداختیم. از چارچوب برنامه امروز کمی بیرون هست، شو به مسائل گوناگون امروز باید بپردازیم. امام جمعه، برخی از امام جمعه های خوزستان، خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید، من فکر کنم صحبتتون تموم شد. خواهش میکنم. برخی از امام جمعه های خوزستان که حاکم و والی، چون برگشتیم به دوران قجرهای مغلتبار، برگشتیم به دوران بنی عباس و بنی امیه، خوزستان یک والی دارد، یک حاکم تام الاختیاری دارد به نام آقای جزائری که سالها امام جمعه بود. افرادی هستند در مجلس خبرگان یا خبرگان رهبری هستند، مانند آیت الله طاهری، آیت الله موسوی که اگه نادرست اگر امام جمعه خرمشهر بود اکنون باید به اهواز اومده باشه و امام جمعه اهواز شده باشه. اینها همه قومگرا هستند. موسوی امام جمعه زمانی که امام جمعه خرمشهر بود گفت چه اشکال دارد، ما باید تلاش بکنیم که نامهای برخی از نامهای خوزستان رو که رضاخان، منظورش رضا شاه بزرگ بود، که رضاخان دگرگون کرده به نامهای اصیل خودشون که نامهای عربی هستند، مانند عبادان به جای آبادان و محمره به جای خرمشهر و خفاجیه و نمیدانم چه و چه برگردانیم. آیت الله طاهری نمایشگاهی به راه انداختن به نام خوزستان الاحواز عبر تاریخ، منظورشون هم شهر اهواز نیست، منظورشون یک جغرافیای یک کشورک خیالیه به نام الاحواز که حتی برخی از استانهای فراتر از خوزستان رو هم دربر میگیرد شوربختانه. زمانی که به درون اون نمایشگاه بروید که گمان میکنید شاید چون نامش اهواز در گذر تاریخ است پیرامون شهر اهواز است، میبینید که قرفه هایی برای شوشتر، دسفول، آبادان و خرمشهر برای شهرهای خوزستان تهیه کردن. این دقیقا منظورشون همون جغرافی های خیالیه که پان عرب های تجزیه طلب همیشه روش تاکید دارد و شوشتر رو توستر نوشتن، شوش رو سوس نوشتن و آبادان رو عبادان و دیگر شهرها رو هم به همین گونه. و آقای آیت الله طاهری میآید سخنرانی میکند، نماینده و یکی از نمایندگان علی خامنه ای در خوزستان، و میگوید که هدف ما از برپای این نمایشگاه نشان دادن فرهنگ ملت ولایت مدار عرب اهواز است. ببینید اصطلاح اگر از زبان یک تجزیه طلب خارج میشد خب قابل فهم بود، ولی وقتی یک ملای شیعه، یک آیت الله که نماینده مستقیم هست، یعنی نماینده مستقیم جمهوری اسلامی در خوزستان در مجلس خبرگان یا خبرگان هست و از افراد بلندپایه جمهوری اسلامی به شمار میره، این اصطلاح رو به کار میبره، دیگه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اگر پرسشی دارید بفرمایید. ممنونم جناب زیاد. جناب مهراد سعید جان شما الان هستی روی خط؟ بله هست. خب بفرمایید. خب یه درود مجدد به دوستانی که الان برنامه رو به صورت لایو میبینن و عزیزانی که بعداً برنامه رو توی یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام و جاهای دیگه میبینن، لطفا هر کجا این برنامه رو دیدید دوستان حتما شیر کنید، تیکه های مهمش رو در بیارید و شما رسانید. فیسبوک هم که دارید میبینید اوضاعش چجوری شده، به قول معروف چجوری شده، گندشو درآورده دیگه آقای زاکربرگ، مولا زاکربرگ البته. بنابراین لطف کنید و اون برنامه رو هر کجایی که میبینید پخش کنید. من چند تا مطلب بگم. ما همیشه تو رستاخیز سیمرغ اصلا تزمون و تئوریمون اینه که ما باید ریشه رو بزنیم، یعنی مردم ایران در داخل و خارج باید متوجه بشن که اصلا تو چه زمینی دارن بازی میکنن، سیاست جهانی چیه، دشمن واقعی کیه و فریب سناریوهای آبکی مافیای ایران ستیز و جمهوری اسلامی رو نخورن. 43 ساله که متاسفانه مردم ما پیاده نظام همون سیاستی بودن که ازش فراری هم. یعنی مافیای جهانی یا مخصوصا در مورد ایران، بخش ایرانش معمولا هر جریانی رو راه اندازی میکنه، یعنی هر سناریوی رو میخواد راه اندازی کنه، مثبت و منفیش، دو جناحش یا دو قطبش
در دست خودشه و این وسط این تفرقهی که میفته بین مردم، چه اونایی که مخالفن و چه اونایی که موافقن، هر دوشون دارن تو زمین مافیا بازی میکنن و این میشه که در نهایت هیچی به هیچی برای مردم و سود 100% برای مافیای ایران ستیست. ما تو رستاخیز سیمون هدفمون این بوده از روز اول که این بازی ها رو برای دوستان، برای هموطنانمون بیاییم باز کنیم. تا الان هم که هر آنچه که گفتیم اتفاق افتاده، گام های بعدی هم که توی برنامه همون گفتیم، من فکر میکنم که ما تا پایان سال 1400 شمسی رو گفتیم که چه اتفاقی در خاورمیانه میفته، چه اتفاقی در کشور ما ایران میفته و نتیجه چیه و میخوام به کجا برسم. روزی که حدود 2 سال پیش، زمانی که آقای نتانیاهو و آقای ترامپ اومدن تو کاخ سفید شامپاین باز کردن و خبر از امضا و توافق نهایی بر سر معامله بزرگ قرن رو کردن، کسایی که برنامه های رستاخیز سیمرغ رو اون زمان دیدن میتونن بیان بگن، اونایی هم که ندیدن برید حتما توی گوگل سرچ کنید، توی یوتیوب سرچ کنید، توی یوتیوب رستاخیز و روی صفحه فیسبوک رستاخیز و تلگرام رستاخیز برنامه ها در مورد معامله قرن ببینید. 2 سال پیش همه این مسائل پیش بینی شد. حالا یه سری هم ممکنه بیان بگن خب آقا پیش بینی کردید، خب حالا چی شد، چه اتفاقی افتاد، ما چی کار باید بکنیم. هدف رستاخیز سیمرغ همینه که بیان بازی ها رو مردم بدونن. وقتی شما بازی رو بدونید اشتباه گل به خودی نمیزنید. وقتی بازی رو بدونید متوجه میشید که اگر یک سناریویی مطرح شد، حالا چه توسط خود جمهوری اسلامی چه توسط مثلا اپوزیسیون جمهوری اسلامی، بدونید که کجا وایسید که ضربه ای که میخواید بزنید درست به اون جایی بخوره که مافیا به نتیجه نرسه. یعنی چی؟ یعنی بازی مافیای جهانی رو با تمام قدرتش، با تمام رسانه‌هاش مردمان میتونن به هم بزنن، به شرط اینی که بدونن بازی چیز. ما زمانی که توی برنامه‌های بعد از معامله قرن اومدیم مسائل رو مطرح کردیم، شاید همتباران ما در کشور افغانستان اگر بیننده ای بود اون روز در از این همتباران ما، شاید خندهشو میگرفت یا شاید فکر میکردن که آقا مگه میشه طالبانی که رفته دوباره برگرده، آخه این جوکه. ولی دیدید که اتفاق افتاد. یا هموطنانمون در داخل ایران اگر اون برنامه رو اون روز گوش کرده بودن، متوجه خیلی از این اتفاقاتی که امروز داره میفته 2 سال پیش میشدن و میتونستن شاید مقابلش بیستن یا حرکتی انجام بدن. تو برنامه معامله قرن توضیحاتی که داده شد، اسنادی که ارائه شد، دیدید آقای نتانیاهو رسما در مقابل ترامپ، در مقابل دوربین ها عنوان کرد که آمریکا و قدرت ها توافق کردن و تعهد کردن سرزمین‌هایی در خاورمیانه طبق قوانین اسرائیل اداره شوند. وقتی صحبت از طبق قوانین اسرائیل اداره شوند میشه، یعنی یک سرزمین‌هایی که قراره درشون اتفاقاتی بیفته و قوانینی یا حکومت‌هایی در اونجا حاکم بشن که مدیریت این حکومت‌ها در دست اسرائیل باشه و هر آنچه که این اسرائیل می‌خواد توی اون کشورها پیاده بشه. و همونجا آقای نتانیاهو ادامه داد و آمریکا تعهد داده که این سرزمین‌ها را در آینده جزء سرزمین‌های اسرائیل بزرگ بدونه. خب اون کسایی که به قول معروف یه مقداری آگاهی داشته باشن، وقتی برن تحقیق کنن، بررسی کنن، می‌بینن منظور از اسرائیل بزرگ چیه، چه نقشه‌ای دارن و از کجا تا کجا رو شامل میشه و چه اتفاقهایی باید بیفته در سرزمین‌هایی که اینها بتونن به نتیجه دلخواه خودشون برسن. در همون زمان هم آقای ترامپ اومد تمام فرماندهی تمام نیروهای آمریکا در خاورمیانه رو به اسرائیل واگذار کرد. البته رهبری کلیش رو همون موقع به انگلستان واگذار کرد که آقای برایان هوک اومد که باعث افتخار ماست که انگلستان رو دوباره برگردوندیم به خلیج فارس و منطقه خاورمیانه و فرماندهی میدانیش رو به اسرائیل واگذار کرد. ما همون موقع و بعد از اون اتفاقات، مخصوصا در زمان انتخابات بایدن و ترامپ، اومدیم گفتیم سیاست آمریکا در خاورمیانه تو دوره جدید به این صورت خواهد بود که آمریکا در خاورمیانه نقشی نخواهد داشت، یعنی نیروهاش رو یا اون سیاستش رو از خاورمیانه جمع میکنه، پاشو کنار میکشه و قراره در خاورمیانه کشتارهایی انجام بشه که آمریکا در همون جوری که در جریان سوریه اوباما چشماش رو بست،
آمریکا هم باید چشماش رو ببنده و یک کسی در خاورمیانه یک حرکاتی بکنه که به قول معروف بتونه به اهدافش برسه. حالا اون یک کس میشه همون جریانی که پشت داستان اسرائیل خوابیده، فرماندهی میدان در خاورمیانه فعلا در دست اسرائیل با تمام قوا، چه از اون قوایی که خودش داره و چه اونایی که آمریکا در اختیارش گذاشته یا اونایی که کشورهای عربی پول دادن، اجاره کردن و خریدن و امروز فرماندهشون در دست اسرائیله. متا برای اینکه بخوان به اون هدف نهایی برسن یک جای کارشون اشکال داشت یا یک قسمتی از پازل کم بود، هنوز آماده نشده بود. ما اگر نقشه ایران رو نگاه کنیم، شمال غرب ایران رو که اون جریان ایران شمالی یا ایران یا آذربایجان جدید، اون جریانی که با ارمنستان راه انداخت سر داستان قره‌باغ و قبلترش تجزیه دریای کاسپیان ایران و 26% سهم کشور ایران که بیشترین منابع زیرزمینی یا کف دریای نفت و گاز رو داره، اون قسمت به آذربایجان یا ایران رسید که همونجا رو اسرائیل با تکنولوژی خودش تحت کنترل خودش از همون روز استارتش رو زده و داره نفت و گاز کف دریای کاسپیان رو که مال ملت ایران بود رو میمکه و منتقل میکنه به اون جایی که به قول معروف اون کوریدوری که قبلا صحبتشو کردیم داره میسازه. یه مقداری که بیاییم پایین تر میبینیم اقلیم کردستان عراق که اگر خاطر دوستان باشه ما در رستاخیز سیمرغ شاید که نه حتما اولین گروهی بودیم که اومدیم اعتراض کردیم به اون سفری که پاپ انجام داده بود به اقلیم کردستان که اونا اومده بودن و نقشه‌ای رو برای روی تمر پاپ انتخاب کرده بودن که نقشه کردستان بزرگ بود به قول خودشون که هم کردستان ایران هم بخشای دیگه از کشور ایران شامل اون نقشه میشد که اومدیم اعتراض کردیم و حالا ادامه جریاناتو که در جریانش هستیم. یه مقداری که بیاییم پایین تر میریم سمت خوزستانمون هم که هم دکتر توضیح دادن، دیدید مردم زمانی که اومدن بیرون افرادی مثل عزیز بنی طرف و یه مش آشغال دیگه اومدن صحبت از ملیت عرب کردن، صحبت از حق خودمختاری کردن، صحبت از استقلال کردن، صحبت از جدایی کردن، در صورتی که مردمان در داخل ایران صحبتشون فریادشون برای زندگی بود، برای آب بود، برای نداشتن حداقل امکانات بود. شرایط اونجا هم آماده است. حالا توی همین قسمت اون کسایی که مدعی این حرکت هستن یا تجزیه ایران هستن رو شما اگر نگاه کنید، چه از الاحوازش بگیرید، چه کمله بگیرید، چه دموکرات بگیرید و چه بقیه احزاب به قول معروف ایرانی نما که لباس ایرانی تنشونه اما اهدافشون چیزی دیگه است، تمامشون تحت کنترل و مدیریت کشور اسرائیل هستن. حالا اگه کسی میخواد مدعی بشه بگه نه، میتونیم ما بهتون ثابت کنیم قبلا این کارو کردیم، ولی بازم میتونیم بهتون ثابت کنیم. این از قسمت شمال غرب، غرب و جنوب غرب ایران. در این قسمت پازل که کم بود تو قسمت شرق و شمال شرق ایرانه. برای سیستان و بلوچستان ما هم که دوستان همینجوری که میدونید توی این معامله‌ای که انجام شده که امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته با هوشیاری ملت ایران، برای سیستان و بلوچستان ایران با سیستان و بلوچستان پاکستان نقشه هایی دارن که یک کشور بلوچ اون قسمت هم درست بشه. در قسمت شمال شرق و شمال شرق ایران هم کاری که الان طالبان به قول معروف حرکتی که با مافیا طالبان رو وارد جریان کرد با کمک جمهوری اسلامی، یعنی کابر طالبان نیروهای تروریستی تحت امر جمهوری اسلامی، یعنی همونایی که توی سوریه و عراق و این مرمت ویران کردن، همه اون عمله ها رو جمع کردن، لباس طالبان ترشون کردن و فرستادن توی افغانستان. در کنار این که طالبان وارد افغانستان شد، حالا یک جریان دیگه مافیا باید توی افغانستان به قول معروف داشته باشه که بازی از دستش در نیاد. یعنی یک جریان منفی بشه طالبان، یک جریان مثبت هم باید ایجاد بشه در افغانستان که بر اثر درگیری های بین این دو دسته که کاملا هم مدیریت شده باید باشه، افغانستان هم به چند بخش تقسیم بشه. اما خطری که اینجا برای ایران وجود داره دوستان، شاید زمانی که ما اینا رو گفتیم مثلا یک کسی مثل محمود احمدی نژاد اصلا فکرش هم نمی‌کرد که یه روزی بیاد این همچین حرفایی رو بزنه. ولی شما دیدید همین دو سه روز پیش بود محمود احمدی نژاد اومد. محمود احمدی نژادی که میگم یعنی یک آنوسی که 8 سال خودش رئیس جمهور این کشور بوده،
یه کسی که از تمام اطلاعات و ریزبم‌ها و قراردادها و پیمان‌ها و دست‌های پشت پرده خبر داره، که دیگه خود احمدی نژاد هم اومد و اعتراف کرد، یک بار اعتراف کرد اینها ایران رو میخوان به فروپاشی برسونن، و اخیراً هم اومد صحبت کرد دلیل حمایت جمهوری از جمهوری اسلامی از طالبان اینه که اینا میخوان خراسان بزرگ رو تشکیل بدن. خراسان بزرگ هم حالا دکتر میتونه بیشتر توضیح بده، اما همینو به شما بگم که استان خراسان ایران بخشی از اون خراسان بزرگیه که اینا مد نظر شده، که توی اون نقشه خاورمیانه نوین یا اسرائیل بزرگ اگر برید دقت کنید اونجا میتونید اون خطکشی‌های مرزی رو پیدا کنید که میخوان این اتفاق رو رقم بزنن. تمام این اتفاقاتی که صحبتشو دارید میکنیم با هماهنگی کامل جمهوری اسلامیه، یعنی مأموریت پایانی جمهوری اسلامی اینه که بیاد شرایط رو برای اون حرکت آماده کنه. اینا همه رو گفتیم. در کنارش یک مأموریت دیگه جمهوری اسلامی داره که ما اینو شاید نوروز 97 به صورت چند تا ویدیو پشت سر هم من و جناب کمالپور گذاشتیم در مورد نسل کشی ایرانیان توسط مافیا، یعنی توسط جمهوری اسلامی به خواست مافیا. یعنی چی؟ این مافیایی که صحبتش میکنیم کیه؟ ایرانی ها و ایران شهری ها یک دشمنی دارن در اون منطقه، حالا کسی خوشش میاد بیاد، کسی بدش میاد بیاد، میخواد بیاد بگید یهود ستیزه، بگید اسرائیل ستیزه، بگید عرب ستیزه، بگید افغان ستیزه، هرچی میخواد بگید بگید. اما ما یک دشمنی، ما مردمان ایران شهر یک دشمنی داریم که این دشمن از دیرباز در مقابل تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران شهری احساس ضعف میکرده، احساس عقده میکرده، احساس کینه میکرده. برای همینه که شما ببینید زمانی که خمینی میاد، یعنی از ابتدای این حرکت، زمانی که خمینی میاد و بعد گروه های تروریستی اخوان المسلمین و امثال هم میاد، یا داعش میاد، یا القاعده میاد، یا طالبان میاد، اولین هدفی که این گروه های تروریستی دارن نابودی تاریخ و تمدن و آثار باستانی ایران شهره. حالا چه توی سوریه باشه، چه توی عراق باشه، چه توی ایران باشه، و چه توی افغانستان یا تاجیکستان یا جاهای دیگه باشه، مجموعه کشورهایی که اینها روزگاری به تحت اسم ایران شهر بزرگ بودن، این عقده و کینه و هدفی که این دشمن این خاورمیانه داره که امروز تحت عنوان موریانه خاورمیانه مردم میشناسنش، دلیلش اینجاست و تمام تلاشش رو میکنه که به آرزو و اهدافش برسه. همونجوری که منوچهر ساشمشی اومد تو تلویزیون شهرام شالاتان گفت ما 3000 ساله که داریم رو به معبد سلیمان خم و راست میشیم، دلا و راست میشیم، برای اینکه به آرزومون که اسرائیل بزرگه برسیم. این اسرائیل بزرگ و این مسائل متاسفانه تحت سناریوهای بسیار بسیار موذیانه که خط بسیار باریکی بینشون کشیده شده که مردم باور کنن یا باور نکنن داره اتفاق میفته، تحت روانشناسی دقیقی که از جامعه ایرانی دارن، چه در داخل ایران و چه در مرزهای ایران شهری که در موردش قبلا صحبت کردیم. من صحبتم رو اینجا استاپ میدم تا بریم سراغ دوستان برمیگردم. بله، سپاسگزار از شما جناب قاسمی. خدمت تو عرض کنم که من مجبورم برگردم یه بخشی رو، مطمئنم هم جناب دکتر مهراد هم جناب قاسمی فراموش کردن در رابطه با قیام مردم خوزستان اشاره کنن به یک بخشی از صحبت. پوزش میخوام پیش از اینکه شما آغاز کنید، من میتونم تصویرم رو ببندم برای چند دقیقه؟ نه نبندین، من از روی تصویر شما میرم. بله الان شما میتونید تشریف ببرید و یک بخشی از صحبت جناب قاسمی هم اصلاح کنن در رابطه با قیام مردم خوزستان. یکی از مشکلاتی که ما در قیام ها داریم و خصوصا از سال 95 به بعد، یعنی از 7 آبان 1395 روز بزرگداشت کوروش بزرگ اتفاق افتاد، در دیماه 96، آبان 98 و 1400، این هستش که به محض اینکه بخش‌های مثل خوزستان، مثل استان خوزستان مردم میان بیرون، اون مسئله پرداختن به پانها از چند سو اتفاق میفته.
اما یکی از مهمترین عناصری که باعث میشه مردم عقب نشینی بکنن، محدود کردن خواسته مردمه، از بین بردن خواسته اصلی، پاک کردن صورت مسئله و جایگزین کردن یک صورت مسئله جعلی و فیکه. یعنی وقتی مردم اومدن تو خیابون در 1396 و 98 و اعلام کردن که ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، اومدن تو خیابونشون برای گذار از جمهوری اسلامی بود. بعد شما شاهد بودید در 1398 تمام رسانه‌های مافیایی که اکثرا شما میدونید صاحبان این رسانه‌ها پول‌هایی که دارن هزینه میکنن گلوبالیستایی هستن که اکثرا هم قریب به اتفاق یهودی هستن، اومدن گفتن که مردم به گران شدن بنزین اعتراض کردن. مردمی که نای نفس کشیدن ندارن، هیچ راهی برای امرار معاش ندارن، کشوری که هیچ اقتصادی نداره، هیچ صنعتی نداره، مردم بیان در رابطه با بنزین چیه اعتراض کنن که چرا گرونش کردید؟ خب نتیجهش چیه؟ توی 41 سال قبلش نتیجهش چی بوده که سال 98 بیان اعتراض کنن چرا بنزین رو گرون کردیم؟ فکر کردن مثلا اعتراض کنن جمهوری اسلامی میگه باشه ببخشید کم میکنم دوباره قیمتو؟ نه، مردم اومدن خواستن و این حقشون بود که از جمهوری اسلامی گذر کنن و بگن که ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. و چون در سال 96 و 98 به مافیای جهانی اثبات شد که مردم ایران در ضمن این که اعلام دارن میکنن چه چیزی را نمیخواهند، کاملا آگاهانه و با دانش و با چشم باز هم میدانند هم فریاد میزنند که چه چیزی را میخواهند، این خیلی مهمتر از عنصر قبلیشه و از همین ترسیدن. در 1400 در همین چند وقت پیش در خوزستان هم همین اتفاق افتاد، ولی مافیا و اون دستایی که همیشه آماده هست یک بخشی میان میپردازن به این که بگن اینا ملیت‌های ایران هستن. خب اون شخصی که اومده کف خیابون و میهن پرسته جا میزنه، میگه آقا من تجزیه طلب نیستم، دارن از من سوء استفاده ابزاری میکنن، و جا میزنه بر میگرده. اون شخصی که میاد تو رسانه ها میشینه و میگه اینا فقط تشنن، یعنی چی انقلاب تشنگان؟ این که داره طرف میاد کف خیابون جونشو میده و میگه من میخوام از جمهوری اسلامی گذر کنم، کجا به انقلاب تشنگان ربط داره؟ کجا به انقلاب قیمت بنزین ربط داره؟ زمانی که خواسته ها و حقوق کامل افراد در یک جامعه تنزل پیدا میکنه، تقلیل پیدا میکنه توسط افرادی که وابسته هستن به مافیا، این خودش یک نوع سرکوب کاملا مستقیم مردم تو کف خیابونه. زمانی که خیلی از افراد اومدن پشت معصوم قمی ایستادن که آره این الان عوض شده دیگه، اصلاح طلب نیستش که، الان داره از زنا حمایت میکنه، علیه جمهوری اسلامی ایستاده داره حرف میزنه و خیلی مسائل دیگه، و وقتی اومد چهارشنبه سفید را انداخت، یعنی انقدر جایگاه و شأن بانوان ایران رو اوورد پایین، رسوندش در حد یک حجاب. یعنی الان اون اومد اعلام کرد، من نمیگم و دارم کار اون رو تفسیر میکنم، گفتش که زنان و بانوان ما در ایران مشکل حقوقی ندارن، مشکل قضایی ندارن، مشکل برابری با مردان ندارن، فقط مشکلشون اینه که چرا باید ما چارقد سر کنیم؟ در یک جامعه ای که حقوقش، قوانینش، قانون اساسیش نوشته شده که شرایط بیرون آمدن بانوان چی هست، وقتی همچی چیزی بخواد از نظر اون قانون اساسی و اون حقوق قضایی میگن خب زنان این کشور قطعا دنبال بیبندوباری هست، کاری که معصوم قومی کرد و هیچ وقت هم به نتیجه نرسید. چرا؟ چون قرار نیست به نتیجه برسه، فقط قرار شخصیت بانوان خورد بکنه و قرار بانوان از مسیر اصلی انقلاب خارج بکنه. وقتی میان میگن انقلاب تشنگان، یعنی دارن از مسیر اصلی خارج میکنن. تمام. اونجاست که وظیفه همه ماست
که هوشیار باشیم و بیاییم وسط خواسته باشیم جلوی این اتفاق شومو بگیریم. اون جوونی که میاد کف خیابون جونشو میذاره کف دستش و فریاد میزنه که مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی، ما شاه میخوایم، نه مولا، لعنت به تو روح الله. وقتی ما سکوت میکنیم در برابر این انحرافات رسانه‌ای، این سرکوب‌های رسانه‌ای، این بایکوت‌های رسانه‌ای، دقیقاً هر کسی که این کارو می‌کنه در هر جایگاه و در هر مقامی که این کارو می‌کنه همسو و به موازات جمهوری اسلامی در ریخته شدن خون جوانان و هم‌میهنان ما در داخل ایران و سرکوبشون شریک جرمه و خائن، خیانت کرده. و در فردای بعد از گزارش جمهوری اسلامی قطعا باید جوابگو باشه. یکی از این یکی از مواردی بود که حتما باید میگفتم که ما انقلاب تشنگان و انقلاب نمیدونم حجاب و انقلاب فلان و فلان، اینا همه بازی های مافیاییه. در بازی با کلمات گیر نکنید. در همین قیام اینم یادم افتاد بگم، جدا از بحث تجزیه طلبای مثل بنی توروف و ایکس و ایگرگ و حسین بور از یه طرف اومد حرف زد، عثمان زرقندی از یک طرف در رسانه شارلاتانیسم شهرام همایون از یک طرف اومد صحبت کرد، خیلی از این تجزیه طلبا اومدن حرف زدن، ما یک پستی گذاشتیم، بعد جناب قاسمی یک ویدیو در رابطه با این مطلبی که الان میخوام عرض کنم صحبت کردم و منتشر کردیم، در رابطه با اینکه یک همیهنی در شهر جونقان اومد دوربرشم یه 15 نفر 20 نفر آدم بود، رفت روی تخته ایستاد و گفت زندگی انسانی جمهوری ایرانی. خیلی از همیهنان ما اعتراض کردن چون این شد ملعبه دست تمام رسانه های ضد ایرانی. کسی که میخواد یک جمله ای رو بگه، یک واژه ای رو بیان بکنه، باید معانی اونو بدونه. این شخص، حالا کاری به اسمش نداریم، ما پست اولو که گذاشتیم بعد از 8 ساعت 9 ساعت پیغام های مختلفی از شهر جونقان دریافت کردیم، تماس های با ما گرفته شد، اگر اشتباه نکنم نزدیک به 23-24 گروه مختلف از جونقان، یعنی گروه نه گروه های سیاسی ها، دوستانشون نشسته بودن دور هم دیگه و پست ما رو دیده بودن و به ما زنگ زدن صحبت کردن. از وکیل این شخص بگیرید تا پسرش، همون کسی که اومد داد زد که آی بابامو بردن، نمیدونم مردم پهلوان یا قهرمانان جونقان کجایید، تا خیلی از کاسب ها، مغازه دارای مختلف اومدن صحبت کردیم. اینایی که عرض میکنم تمام مدارکش موجوده، چون ما منتظر هستیم که یک اتفاقی بیافته، مدارک موجوده. من عمدن این صحبت رو میکنم به دلیل اینکه بهشون گفتیم ما بر سر تمامیت ارضی کشور، بر سر هویت ملیمون با هیچ بنی بشری شوخی نداریم. اینکه حالا مردم جونقان پادشاهی خواه هستن اینو میدونیم، تنها شهری در ایران که تا سال 62 اجازه نداد که جمهوری اسلامی اونجا کاری بکنه و همه طرفدار شاهنشاه آریامهر و خاندان ایرانساز پهلوی بودن، اینم میدونیم، تنها شهریه در ایران دوستان که اجازه نداده در اطرافش امامزادهای جعلی رشد بکنه، اینم میدونیم، تا سال 84 اجازه ندادن که اون شهر امام جمعه داشته باشه، اینم میدونیم. اما با تمام این تفاسیر وقتی یک فردی که تا ششم ابتدایی سواد داره، یعنی ششم ابتدایی زمان قدیم، زمان شاهنشاه، و اطلاعات سیاسی نداره، واژگان سیاسی رو بلد نیست، یک بار در سال 98 در یک تجمعی در اعتراضی شرکت کرده و بعد گرفتنش و بعد یه چند تا کتاب از دست این اون گرفته خونده و بعد یه دفعه بیاد بگه جمهوری ایرانی. خب هم‌میهنان ما در شهرهای دیگه که اومدن در همون جونقان اومدن گفتن رضا شاه روحت شد، وقتی یه همچین چیزی رو ببینن و ببینن این ویدیو شده ملعبه دست ایران اینترنشنال و من و تو و بی بی سی و همه و همه، از مجاهدین خلق استفاده کردن ازش، از تجزیه طلب ها استفاده کردن، العربیه، تجزیه طلب عربی
استفاده کرد، اسرائیل ازش استفاده کرد که فقط بگه مردم ایران جمهوری ایرانی میخوان. یعنی شما حساب کنید در سال 98 تمام ایران یک صدا گفتن ای شاه ایران برگرد به ایران، تمام این رسانه‌ها بایکوت کردن. در 1400 هر شهری اومد بیرون گفت رضا شاه روحت شاد، ای شاه ایران برگرد به ایران، تمام این رسانه‌ها به علاوه همون رسانه‌های فکستانی لس آنجلسی و یک سری از افراد خود بزرگ پندار، خود دانایی پندار، بی خرد بی سواد در خارج از کشور اومدن اینا را سرکوب کردن و به اسم همبستگی و و و و و با یک سری افرادی هماغوش شدن که در شهر اشرف بودن، در لیبرتی بودن آلبانی، و الان به اسم پادشاهی خواهی اومدن نفوذ کنن تو پادشاهی خواهان. چرا؟ چون جاوید شاه نگید، هر کی بگه جاوید شاه مزدوره و در خارج هم همین. خب این دودش تو چشم کی میره؟ ما مردم ایران. سودش برای کیه؟ برای مافیا. بقای کی تضمین میشه؟ جمهوری اسلامی. وقتی بقای جمهوری اسلامی تضمین بشه، قتل و غارت و اختلاس و دزدی کماکان کماف سابق ادامه داره و هر روز رشد میکنه. و بردش با کیه؟ مافیا. بعد شما یه دفعه شب میخوابید، صحبت هایی که ما در رستاخیز سیمرغ سالیان داریم تکرار میکنیم و منتشر نمی کنید و میرید سراغ یک سری پست های دوزاری دیگه که تماما مهمل و خزعبل و عراجیفه. نتیجهش این میشه شب میخوابیم، صبح بلند میشیم، طالبان سر برآورده است، ظرف کمتر از 16 روز، حدود 14 روز، دو هفته کل افغانستان بدون درد و خونریزی در اختیار طالبان قرار میگیره. اون موقعی که ما اومدیم اعلام کردیم که دولت ترامپ اومده پیمان صلح دوحه با طالبان امضا کرده، چرا کسی حرف نزد؟ اون زمانی که اومدن گفتن که جمهوری اسلامی 100 هزار نیروی افغانی رو آموزش داده فرستاده تو افغانستان، اخطار دادیم، چرا کسی گوش نکرد؟ و امروز مردم ایران باید تن و جونشون بلرزه. تمام صحبتهایی که جناب دکتر مهراد کردن، سعید عزیز کرد، به یک دلیله. امروز مردم ایران در داخل کشور در یک جایی قرار دارن، دیگه لبه پرتگاه نیستن، الان افتادن تو پرتگاه، فقط دستشونو گرفتن به 4-5 تا علف که این علف هم زورش نمیرسه این وزن رو تحمل کنه، هر لحظه احتمال داره ریشش در بیاد و سقوط کنن تای دره. حساب کنید امروز در داخل کشور ما قطعی و خوشسالی بیداد میکنه، همیانان ما برای امرار معاش مشکل دارن، هویج شده کیلوی 16000 تومان پیدا نمیشه، هویج خالی، نون گرون شده، لبنیات گرون شده، تمام مواد خوراکی گرون شدن. خب چه از سبزیجات چه از مواد پروتئینی فرقی نداره. این از قطعی خوشسالی. آب که نداریم، قطعی هم که هست، کرونا که بیداد میکنه، ما رکورد اولو در جهان زدیم، به علاوه این که رکورد مرگ و میر بر اثر کرونا و ابطال شناسنامه هم شکسته شد. بالاترین آمار ابطال شناسنامه مربوط به افرادیه که بر اثر کرونا جونشون رو از دست دادن. حالا این وسط جمهوری اسلامی طبق دستوری که داره، هی داره با اسرائیل کلکل میکنه، با آمریکا کلکل میکنه، در رابطه با انرژی هسته‌ای داره اتمیده دست سازمان انرژی هسته‌ای، قطعا به شورای امنیت این پرونده ارجاع داده خواهد شد، اینو در جریان باشید. از طرفی طالبان ویدیویی که چند شب پیش گذاشتیم، دو شب پیش فکر کنم گذاشتیم، طالبان در داخل ایران کماکان هستن، چون موقعی که اعلام کردن که اشرف غنی از افغانستان فرار کرد، طالبان در شیراز در جلوی پادگان سپاه پاسدارا رو بغل هم گرفتن، به هم دیگه تبریک گفتن، شادباش گفتن، آی تبریک میگیم، خیلی ها پیام تبریک فرستادن از سرداران سپاه و فلان و اینا. یعنی طالبان تو ایران الان آماده است.
تجزیه طلب‌های مسلح آمادن. خب حالا شما حساب کنید اون روزی که ما میگفتیم جمهوری اسلامی خودش عامل تجزیه است، باید قیام کنیم که جمهوری